وزارت کشور فرانسه از رصد فعالیت تعدادی از فعالان مسلمان این کشور در شبکه های اجتماعی خبر داده و مدعی نفرت پراکنی آنها شده است. واحد گفتمان جمهوری خواهی در وزارت کشور فرانسه تصریح کرده که پس از قتل ساموئل باتی استاد تاریخ و جغرافیا در 16 اکتبر 2020 حدود 20 نویسنده محتوا افراد یا سازمان های به زبان فرانسوی به طور خاص اقدام به نفرت پراکنی کردند و به گفته یک منبع از وزارت کشور این اظهارات از جنبش های تجزیه طلبانه سرچشمه گرفته است این واحد برای مبارزه با آنچه که پاریس آن را افرادگرایی اسلامی مینامد ایجاد شده است وزارت کشور فرانسه تاکید کرده که لازم است به نسل های جدید و همچنین نسل های دیگر نیز دسترسی داشته و به آنها توجه کنیم زیرا امروزه همه نظرات خود را از طریق شبکه های اجتماعی شکل می دهند اقدامات این واحد بر تهدید فوری افرادگرایی اسلامی و سایر اشکال تجزیه طلبی مانند راست افرادی متمرکز است